خیلی خوش آمدید به برنامه کاف پرسش و انشاءالله که امشب هم بهترین لحظات برای ما رقم بخوره در شب شهادت آقا رسول الله و به معارف حقی اهل بیت بیشتر نزدیک بشیم انشاءالله و بتوانیم قدری فاصله بین خودمون و آن پیامبری که برای ما هم رسول بود است و هم امام انشالله نزدیکتر بشیم و این فضای قربت برای حضرت به اندازه یک اپسیلون به تعبیری و دقایقی که حداقل ما میتوانیم اینجا صحبت بکنیم تغییر بکنیم اجازه بدید محضر برادر خوبم جناب حجت الاسلام شیخ جواد بیات سلام و عرض ارادت داشته باشه سلام نکن سلام علیکم و شما بخیر انشالله قربان شما عرض تسلیت دارم خدمت شما و بینندگان عزیز شب شهادت آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله و به روایتی شب شهادت آقا امام حسن مشتبا علیه السلام انشالله که بتونیم در این مسیر و در مسیر حب اهل بیت و آقا رسول الله و در مسیر ولایت ثابت قدم باشیم و بتونیم انشالله کمی و کاستی که به خاطر کسانی مثل ما که اسممون رو شیعه قرار دادن و کمی و کاستی هایی که اتفاق افتاده مثلا حالا شما اشاره کردید بهش مثل قضیه و چیزی که هم تاریخ نقل میکنه هم روایات ما شهادت آقا رسول الله که حالا به خاطر مسائلی افرادی اومدن این رو تغییر دادن به نام وفاد و رحلت حضرت رسول که اجحاف بزرگی در حق پیغمبر کردن این افراد بتونیم حداقل کسانی که به اصطلاح اسممون رو گذاشتن شیعه بتونیم کاری بکنیم که انشالله همه از این به بعد بگن شهادت و دیگه رهلت گفته نشه من در خدمتون هستم بزرگ خیلی ممنون متشکر دعوت ما رو پس جفتیم و امشب بزرگ سلام در خدمت شما هستیم خب من با این پیش مقدمه یا به قول اهل امزل مقدمه وارد بحث امشبمون بشیم که ما در لحظات و روزهای آخر بلکه حالا هر روزه و این جمله مشهورن در روزهای آخر به عنوان وصیت و سفارش از آقا رسول الله به ما رسیده که من در برابر تمام زحمات و تلاشایی کردم از شما مزدی نمیخوام قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا خب این مودت یک معنای منهای محبت داره بر حسب آموزهای دینی ما پیرامون اول مودت و محبت صحبت هایی بکنیم و بعد انشاءالله با معقوله حب از کلام آقا رسول الله که حضرت ملاکشون منظورشون چه بود که اینقدر تأکید نسبت به محبت و مودت نسبت به فرزندانشون داشته خب من خدمتتون عرض بکنم که این مودتی که در کلام آقا رسول الله هستش که حضرت میفرماید من وصیتی نسبت به شما ندارم الا اینکه مودت داشته باشید نسبت به اهل بیت من حالا ما یک حب داریم یک مودت حب خب اون چیزی که گفته میشه معنای لفظی حب همون دوست داشتن فقط ام. یعنی من یک کسی رو دوست دارم و نسبت بهش حب دارم اما اون چیزی که در معنای مودت اومده یا مودت اومده اینه که مودت حب به همراه تبعیت یعنی حب فقط اینکه من نسبت به این آقا علاقه دارم نه اینجا علاقه همراه با, همراه با اطاعت. اطاعت و تبعیت کردن از فرده از یعنی حرکت زبانی به حرکت عملی, عملی. تغییر میده این که حالا ما فقط صرف این که بگیم ما این افراد رو دوست داریم اهل بیت پیغمبر رو دوست داریم که خیلی هم میگن از حتی مذاهب و ادیان دیگه هم میگن ادعا دارن که بله ادعا دارن مثلا چند وقت پیش کلیپی بود من توی فضای مجازی دیدم یک خانم مسیحی بود که مثلا میگفت من حضرت زینب رو دوست دارم این فرد رو دیدم تاریخ این فرد رو خوندم این شخص خیلی انسان بزرگواری دوستش دار اما این حب کفایت نمیکنه یعنی اون ما به فرمایش پیغمبر عمل نکردیم حضرت میفرماد مودت داشته باشید یعنی ما باید بریم سراغ اهل بیت یعنی اطاعت بکنیم خب حالا من یک روایتی رو انتخاب کردم که خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم که معنای کامل مودت رو به ما میرسونه یعنی اون حب واقعی رو حضرت در این کلام خودشون میفرماد که ملاک های این حب واقعی که همون نتیجهش مودت هست چیه در روایتی که ابی سعید خدری یا خدری نقل میکنه از آقا رسول الله که حضرت میفرماید من رزقه الله بل امت من اهل بیتی فقط اصاب خیر دنیا و الاخره حضرت اینجا میفرماید که اگر شخصی خداوند این روزی و این رزق رو بهش بده که محبت اهل بیت من رو داشته باشه این فرد به خیر دنیا و آخرت رسیده ما همیشه دعا میکنیم بگیم عاقبت به خیر بشید عاقبت به خیری و حضرت رسول در اینجا میفرماید چی؟ کسی که حب اهل بیت من روزیش بشه این عاقبت به خیر میشه این در دنیا هم به خیر میرسه در ادامه روایت حضرت میفرماید فلا کن احد انه فی الجنه احدی در این شک نکنه که این شخصی که رزق, رزق داشته که حب به اهل بیت من رو داره این قطعا در بهشته کسی شک نکنه در این حالا چرا حضرت در ادامه میفرماید فان فی حب اهل بیتی اشون خصله در حب اهل بیت من 20 تا خصلت وجود داره حالا این 20 تا خصلت حضرت میفرمد ده تاش در دنیا هستش ده تاش در آخرت اما لتی فی دنیا اون ده تایی که در دنیا وجود داره چی حالا این خصلت ها رو که حضرت میشماره یعنی این خصوصیات شخصی هستش که خب به اهل بیت رو داره یعنی من و شمایی که داریم ادعا میکنیم که یا ابو عبدالله یا رسول الله یا امیر ما شما رو دوست داریم حب به شما در دل ما هست اگر این حب واقعی باشه و دوست داشتن ما دوست داشتن واقعی باشه باید این خصلت ها رو داشته باشیم خب حضرت شروع میکنن به شمردن این خصلت هایی که در دنیا وجود داره اولیش چیه اولین این خصلت ها زهده حضرت میفرماید فزه زهد چیه؟ حالا یه تعبیری از زهد میشه ما در ذهن افرادی هست میگن زهد یعنی این که طرف بره یه گوشه خونه خودش بشینه با کسی کار نداشته باشه کار نکنه زندگی نداشته باشه اما اون چیز، چیزی که به نام زهد در روایات ما اومده و حضرات برای ما گفتن اینه که زهد یعنی طرف بیرقبط نسبت به دنیا باشه حالا این بیرقبتی چیه؟ یعنی شما اگر پول دارم باشی یا بی پول باشی یا نمیدونم صدها میلیون تومن پول داشته باشی یا صد هزار تومن پول داشته باشی اگر حب به اهل بیت در دلت وجود داشته باشه تو زاهدی یعنی بیرقبت نسبت به مالت هست ام. مثلا شما الان یک برنامه دارید یک شبکه دارید خب یه نفری هست خیلی وضع مالیش خوبه شما بهش میگه آقا مثلا ما اینجا برای برنامه نیاز به کمک داریم نیاز به کمک مالی داریم طرف اصلا نسبت به مالش وابسته نیست امید. چسب دنیا اونو نگرفته میگه آقا من اینقدر پول میدم شما چه من اینقدر در توانم به شما میدم چرا چون که حب به اهل بیت در دلش یه وقتی میرید نه یکی هزار تومان تو جیب اصلا داراییش همینه اما نسبت به این 500 هزار تومن انقدر وابسته هستش که حاضر هر کاری بکنه هزار تومن از این 500 هزار تومان کم نشه. این وابسته به دنیاست بیرقبته به دنیا؟ نیست. نیست. پس یکی از خصلت کسی که حب بهله در دلشه اینه که نسبت به مال دنیا و نسبت به دنیا بیرقبته. دومین خصلتی که آقا رسول الله برای کسی که حب اهل بیت رو داره حضرت میفرماید ولهرس و علل عمل دومین خصلت اینه که کسی که حب اهل بیت در دلش هست حریص نسبت به عمل خیر نسبت به کار خیر حریص یعنی چی مثلا ما الان از یک غذای خیلی خوشمون میاد خب من نسبت به این غذا حریصم یعنی از تو خیامون رد میشم میبینم یه رستورانی فسفودی هر چیزی داره این بوی این غذا به مشامم میخوره نسبت بهش حریصم دوست دارم سری برم اونجا و این غذا رو تهیه کنم و بخورم حریص نسبت به این کار هستم یعنی هرس زدن در اصل اون چیزی که ما میگیم میگیم آقا طرف هرس فلان کار میزنه اون کسی که حب به اهل بیت تو دلش حریص نسبت به کار خیر پس به قول خیراتش خیلی دنبال کار خیره یعنی چی یعنی آقا زنگ میزنه به رفیقاش میگه آقا امشب شب, شب شهادت آقا رسول الله کاری چیزی هیئتی برنامه جایی نیست من کمک بکنم دنبال کار خیر میگه یا مثلا دنبال این میگرده که آقا همه کاراشو جور کنه این ایام بره مشهد هریس نسبت می نه اینکه حالا رفیقاش به هی زنگ زدن بگن فلانی ما داریم میریم مشهد شما نمیای نه اینطوری نیست حریص نسبت به این کار چه خودش بساتش رو پهن میکنه و دیگران رو خودش همراه میکنه درست همینطوری یعنی طرف هرس میزنه برای کار خیر این کسیه که خب بهله در دلش هست حالا من اینا رو که دونه دونه دارم میگم ما باید بسنجیم بالاخره الان تقریبا دو ماه داریم در این خونه نوکری میکنیم باید بسنجیم که بالاخره این جلسات جلسات ذکر و اشک و روزه و سینه زنی باید باعث بشه این حب نسبت به اهل بیت در دل ما بیشتر بشه دیگه بلید. به اون حب واقعی نزدیک بشیم به اون مودت نزدیک بشیم خب الان باید من بسنجم که ببینم این خصلت ها در من به وجود اومده یا نیومده خب سومین خصلتی که پیغمبر میفرماد ولورع فدین آقا رسول الله میفرماید که کسی که خب به اهل بیت من در دلش باشه ورع در دین داره حالا اون چیزی که از ورع ترجمه کردن و به قول خودمون تو فارسی چیه این که آقا محتاط در دینشه پرهیزکار یعنی حواسش هست کار یا انجام نده که از دین خارجش بکنه کار یا انجام نده که غیر دینی باشه محتاط احتیاط میکنه مثلا یه پولی و مثلا میخواد قرض بگیره حواسش هست از کین این پول قرض بگیره خدایی نکرده این پول پول آمیخته با حرام نباشه آمیست. یا نه میخواد بره یه جایی کار کنه پول در بیاره حواسش هست یعنی م... احتیاط میکنه دنبال اینه که یه وقتی من جای کار نکنم این مالی که دارم وارد سر سفره زن و بچم میکنم مال حرام نباشه محتاط در دینشه احتیاط میکنه پرهیز کاره این شخص شخصیه که حب اهل بیت در دلش باشه حالا یه چیزی من در پرانتز بگم ببینید تمام صفت های خوب و تمام خوب یا من اعتقادم اینه و قطعا هم به نظر من همین طوری که تمام خوبی های عالم در خونه اهل بیت مشهور این جمله هم که کل و فی بابل حسن. فی بابل حسین اما کسای دیگه افراد دیگه اومدن اینو از ما دزدیدن ما نیومدیم اینا رو فریاد بزنیم نیومدیم اینا رو بگیم یه کسی یه گوشه دنیا اومده یه برای خودش یه مکتبی رو درست کرده یه کاری کرده حالا یه چهار جمله میگه ما ببینیم از این چهار جمله سه جملهش مال ماست این برداشت ما اهل بیت ما 1400 سال پیش, بیش اومدن بیش اینا رو گفتن باید. من خودم یه وقت این نگاه میکنم در متون جدید مثلا روانشناسی های امروزی یا حالا کسایی که جایگاهی پیدا کردن در کل اجتماعات خیلی جملاتشون برای ما دلچسبه خب این دلچسب بودن نشان از یک منبع نورانی داره بره. بعد که خوب تحقیق میکنی عجب این آقا امیرالمومنین ما فرمان شما 1400 سال پیش گفتن و پر مغزتر از این تازه این بخشیش رو اومده مثلا به بیان و زبان امروز گفته و این واقعا هم تقصیر ماست فرمایش شما ما فریاد نزدیم اعلام نکردیم که آقا حضراتی رو که ما ازشون تبعیت میکنیم و به عنوان رهبر و پیشوای خودمون انتخاب کردیم این چنین بیاناتشون بلیست. بله متاسفانه بخشی فقط از مظلومیتشون رو گفتیم که لازم بیان بشود ولی بیاناتشون فرمایشاتشون هم اولاس به اونها هم باید به گوش دیگران برسن بعد حالا من در ادامه این قضیه تکمله بزنم ما رو یعنی حالا به خاطر اینکه که این ایام مناسبتش هست ببینید از بعد از شهادت پیغمبر اینها اصلا اومدن این کار رو انجام دادن که دیگه نامی از امیر المؤمنین و اهل بیت علیه مسلم نباشه و حتی اومدن در طول تاریخ و در روایات ما اومده که اینا اومدن قصاصون رو آوردن اصلا بالای منبرها که اینا بیان قصه بگن شخصیت سازی بکنن که کسی دیگه در در خونه اهل بیت رو و, رو 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 و امیر نره دیگه کسی روایات اهل بیت و فضایل اهل بیت رو نگه اینا آمدن این کاری کردن قصاصون رو حتی انقدر متاسفانه ادامه پیدا کرد که در زمان خود ما یعنی ما الان میبینیم افرادی بالاخره درس خونده حوزوی هستند بالاخره اهل مطالعه بودن اما میرن بالای منبر به جای که از کلام اهل بیت برای مردم و برای شیعیان بگن و برای اون کسی که داره میاد مجلس روزه شرکت میکنه به اینکه مجلس روزه رو به روایات مزین کنند میبینید طرف میاد قصه گویی میکنه شخصیت سازی میکنه برای افراد در صورتی که خب اون طرف اومده جلسه ابو اومده جلسه امیر شما باید بر براش از این حضرات بگی میان قصه سازی میکنن فلان آقا در فلان شهر بود چطور حالا اصلا کاری با راست و دروغ این حرفا نداری از اون دیگه اون دیگه حالا اگر دروغ باشه اینا چقدر دیگه واویلا بدتر حالا اومدن و بالاخره شیرین هم هست یه چیزای داستانهایی گفتن اگر شیرین اگر قصص هم بیا هم باشه باز چون با متصل به روایت قرآن بازم پسندیده حالا قصه گفتن بعد من خیلی به دوستان خدا هم کسایی که مبتلا هستن بهشون میگم بابا ما چقدر روایات اون اصلا قصه است مثلا یه قصابی اومد توی شهر یه جوونی بود با امیرالمومنین چقدر از این قصه ها داریم که خیلی هم شیرین روایات در زمان معصوم بوده بعد نتیجه هم داره به ما یک معرفتی میده یک فضیلتی میده اما متاسفانه سراغ اینها نرفتیم و تبعیت داریم میکنیم از اون کاری که مخالفین اهل بیت می پسندن. انجام دادن و میپسندن این خواستن که این اتفاق بیفته و ما در خونه اهل بیت نریم انشالله که بتونیم این مسیر رو عوض بکنیم و در مسیر امر اهل بیت و فرمایشات اهل بیت باشیم انشالله بسیار ما چون تا اینجا بحث متوقف شد بریم یه فاصله کوتاه بگیریم برگردیم ادامه دوستان خوب در شب شهادت آقا رسول الله قرار داریم برای اون آقایی که هم نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله است دست به دعا برمیداریم و برای ظهورش دعا میکنیم اللهم عجل ولی یک الفرج اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج مقوله انتظار و توصیه به خدمتگذاری در مسیر مهدویت در کلام همه حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست همین جور که در حدیث معراج و روایات دیگری هم رو از آقا رسول الله در معرفی هم فرزندانشون هم امامان که مشخصا معلومه چه کسانی خواهند آمد و انان امامت مردم و رهبریت مردم رو به دست میگیرن که اون هم انتخاب شده از خداوند متعاله چون عقیده ما بر اینه که امام ایبایستی از جنس رسول باشه همان گونه که رسول رو هم خدا انتخاب میکنه امام هم به تبع توسط خود خداوند انتخاب شده چیزی نیست که موروسی من بدم به نفر بعدی از نفر بعدی هم به همینطور لذا نگاه میکنین بعضی از حضرات فرزندان متعددی داشتن ولی کن یکی از اونها به دلایل خاص و حالا اشارتا و اسمی که در اون قائمه خاص آمده انتخاب میشود حالا بعضی ها مسیر رو غلط میروند میشوند واقفیه میشوند بهره ها و امثال آدم های دیگه اون غلط از جای دیگه است به خاطر همینه که جلو میفتن از کلام معصوم یا از امام و اما بحث خدمت گذاری و انتظار رو در کلام تمام معصومین داریم که انشالله به جان میخریم و انتظار کسی رو میکشیم که پیامبر خبر آمدنش رو به نحوه های مختلف در خطبه های مختلف در قدیر به ما دادند و انشالله او میآید و تمام این کذب و افتراها رو در هم می شکند پاره می کند و انشالله اون نور حقیقی رو به ما میرساند و تازه و وعد تهو انتو فردین و علدین کله محقق خواهد شد الهی امین. در لحظه و در ثانیه از فکر امام زمان خارج نشید انشالله کافه پرسش رو دارید میبینید بنده حقیر میزبان و برادر خوب بزرگوارم و بزرگوارم از توجهت الاسلام شیخ جواد بیاد پیرامون حب در کلام آقا رسول الله حب اهل در کلام رسول الله داریم صحبت می و ان الله با معارف حق چه کسانی می توانند بگویند ما محب اهل بیتیم با این روایت که حضرت آقای بیات دارند می ما یه دورانی در بیان اینکه ما شیعه امیرالمومنین هستیم داشتیم به این شعور می که آقا ما شیعه نیستیم ما خیلی خوب آدمایی هستیم محبیم الان با این چند فرازی که حالا فرمودید 20 تا خصلت رو حضرت فرمودن که ده تاش در این دنیا و ده تاش در آخرت محقق هست با همین سه چهار تا اولش فکر کنم خیلی از جلگه محب بودن هم داریم میریم بیرون ولی کن ما امید اون به رحمت و مغفرت این خانواده است داره. بسم الله از در خدمتون است خوب حالا ادامه روایت که حالا ما این بخش هم بتونیم بگیم ده خصلت در دنیا رو خصلت چهارمی که حضرت رسول میفرماید و رقبت و فل عبادت شخصی که محبت اهل بیت علیه السلام رو در دل داشته باشه نسبت به عبادت رقبت داره یعنی چی؟ حالا مثلا مثال بزنیم من یه سوال قبل از توضیح این بپرسم پس از این بیستا خصلتی که حالا ده تا شویم شب نیم ده شب پس از داشتن این بیستا ما میتوانیم بگیم ما اهل مودتیم چون الان حرف از حبه دلست. که تعریف اولی هم داشتی بل. که خب حب همین به زبان است مودت با عمله تقریبا و تبعیت که داریم آیا با داشتن اینها اهل مودت میشویم ببینید حالا یک اشتراک معنایی و لفظی بین حب و مودت در روایات ما هست که حالا اون معنای کامل به قول خودمون ادعای لسانی و عمله در مودت اما خیلی جا همین مودت در روایات ما با حب ذکر شده, 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 بر. حالا اینکه ما اینطوری نمیگیم و اینطور برداشت نمیشه از روایات ما نه اگر این خصلت ها در شخصی نبود این دیگه محبت اهل بیت در دلش نیست اینطوری نیست مثل این میمونه اون که ما میگیم آقا کسی که همین که شهادتین رو بگه و شهادت بده به امامت و ولایت این شیعه هست حالا این اسلام همونطوری که در روایات ما داره که اسلام آقا هفت بخشه هفت مرتبه داره به قول خودمون هفت سهم هستش در روایات ما یه کسی شیش سهم از اسلام رو داره یه کسی پنج سهم از اسلام رو داره مثلا در روایات ما هست که مثلا سلمان هفت سهم اسلام رو داره ما به اون کسی که یک سهم و دو سهم از اسلام رو داره میگیم مسلمون میگیم مهم. شیعه بحث این نیست که این آقا دیگه شیعه نیست این معرفتش پایینه این دیگه اصلا شما شیعه نیست نه اینطوری نیست این محبت و مودتم هم همینطوره یعنی من در این مسیر قدم برداشتم یعنی شروع کردم تو این راه دارم به سمت اون اصل مطلبه حرکت میکنم پس این خصلت ها به تعبیر کمک کننده است یا پله ترقی توی اصلا. بریم تو مرحله آخرش که میگن اصلا. طرف ته این داستان درست یعنی یک ملاکی رو حضرت رسول به ما داده که آقا منی که محب اهل بیت هستم باید این خصلت ها رو به دست بیارم اگر بی رقبت نسبت به دنیا نیستم همون خصلت اول وابسته دنیا با باید چیکار کنم برم دنبال روایاتی که به من راه و نشون دادن که باید چیکار کنم که از دنیا دست بکشم یا اگر نسبت به عبادت که این خصلت چهارمی که الان میخوایم بگیم رقبت ندارم و راقب نیستم باید برم سراغ کلام اهل بیت که ببینم چه راهی رو به من نشون دادن چه کار کنم چه فعلی رو انجام بدم که راقب به عمل راقب به عبادت بشم وقتی من این خصلت ها رو به دست بیارم میشم اون محب واقعیه هم. میشم اون کسی که واقعا دیگه مودت رو داره انجام میده بله پس این به این معنا نیست که حالا یه وقتی اگر شخصی از این خصلت ها رو نب... من خودم شاید خیلی از این خصلت ها رو نداشته باشم و خیلی از اشخاص شاید مثلا چند تا از این خصلت ها رو نداشته باشن یه خصلتش رو نداشته باشن این به این معنا نیست دیگه محب اهل نیست نه ولی این شخص باید بره سراغ این ملاک ها این خصلت برعکسش چی آیا هست کسی که اینا رو داشته باشه و جزء موهب قرار نگیره این در واقع ببینید در اینها خصلت های خوبه یعنی یه چیزای خوبی هست که همه میپسندن انتظار میرود موهب اینا رو داشته باشه. حالا مثلا شما یه شخصی رو برید در مثلا یه کشور خارجی یه کشور اروپایی ما مثلا یکی از خصلت ها رو گفتیم که کسی که محب اهل بیت دنبال کار خیر حریص نسبت به کار خیر و عمل خیر خب یه شخصی اونجا هست مثلا دستگیری میکنه فلان فوتبالیست مثلا اروپایی نصف حقوقش مثلا میده به ایتام بله راقم هم هست حریص هم هست نسبت به عمل خیر اما به این معنا نیست حالا این که این خصلت ها رو جز محبین داره جزء محبینه نه حضرت اینجا میفرماید که آقا کسی که محب اهل بیت باید خصلت های خوب درش جمع شده باشه یعنی این خصلت ها رو باید داشته باشه باید رنگ و بوی اهل بیت رو بگیره حالا این خصلت ها رو شاید جاهای دیگه هم رفتیم دیدیم افرادی یکی از این خصلت ها رو داشتن دوتا از این خصلت ها رو داشتن اما به قول خودمون ده همون حرفه میرسیم اینا دزدیدن اینا از در این خونه دزدیدن این صفات اصلا خوبه. تفاوت خدمت شما روزم که اسلام و حالا خاصتا در مکتب تشیع با دیگران همین جهت دادن است هدفمند بودن است بفرمایید شما طرف فوتبالیست هیچ بویی از اسلام و اهل بیت هم نبرده ولی کن راقبه به کار خیره ولی او رو ما در جلگه محبین و قول معروف خوبای این سبک حالا بگیم بلند. قرار نمیدیم چرا چون هدف من نیست همینجور دوست داره یه کار خوبی رو انجام میده حالا شاید در مکتب آین خودش ستودنی باشه ولی اقلا در نگاه ما او داره یک حرکتی رو فقط انجام میده ولی دلیل برای نمیشه که او حتما خیلی آدم ایدئالیست حالا چهارمین خصلت چی شد و رقبت و فل کسی که موه بهل بیت راقبه به عبادت خب مثالی براش بزنیم آقا کسی که راقبه به عبادت چطوره مثلا منتظری که از آن ظهر بشه یعنی با رقبت منتظر انتظار میکشه که از آن بگن نمازش رو بخونه اه. یا مثلا مثال بزرگترین عبادت ما دیگه در روایات هست که بزرگترین عبادت و بالاترین عبادت ها اشک و گریه و روزه و زیارت و این هاست راقب نسبت به این کارست منتظر به قول بچه ها محرم بشه فصل غمش بیاد مثلا منتظره که فاطمیه بشه ازاداری کنه راقب نسبت خب خیلی هم از افراد هستن اسمشون شیعه است اسمشون محب اهل بیت میگن ای وای دوباره محرم و سفر اومد دیگه نه عروسی داریم نه فلان کار میتونیم بکنیم نه فلان جام نه دیگه همه مشکی میپوشن خیلی هم اینطوری هم دیدیم خب اینا معلومه به نسبت به عبادت نیستن یا اون افرادی که از آن ظهر رو میگن از آن مغرب و عشا رو میگن, میگن یا اول فاز ما دیگه باید چه این ور اون میکنن که نماز بخوام چه کجا برم حالا ده دقیقه دیگه, دیگه میخوام نیم سال دیگه راقب نسبت به عبادت نیستن یا مثلا افضل الاعمال که انتظار فرجه راقب بودن نسبت به فرج آقا صاحب از زمان چیه؟ یعنی آقا من رقبت داشته باشم نسبت به اینکه یک وقتی رو در روز خودم خالی کنم دعا بکنم برای فرج حضرت راقب بودن نسبت به این عمل خیر نسبت به این عبادت و بزرگ یعنی چی؟ یعنی من خودم ملزم بدونم با اشتیاق با رقبت هر روز یک صدقه یک نظری داشته باشم برای ظهور امام زمان این راقب بودن نسبت به عبادت دقدقه کار خوب و عبادتی حالا کار خوب رو همون در عبادات بگیم بند. این دقدقه دق داشتن خودش از نشانه های رقبت داشتن بله. حالا خصلت پنجمی که آقا رسول الله میفرماید و توبت و قبل الموت موه به اهل بیت حالا توبه به چه معناست در روایات ما توبه معنای بازگشته بازگشت به اون اصل بازگشت به اون کسی که ما ازش اطاعت و تبعیت میکنیم بازگشت به اهل بیت بازگشت به خدا یا آقا کسی که محب اهل بیته کسی که دوست داره اهل بیت رو مودت داره محبت داره اگر یه کاری رو انجام بده خدایی نکرده یه گناهی رو انجام بده بر میگرده به سمت اهل بیت روش رو بر, بر میگردونه به سمت اهل بیت اگر یک ثانیه یک لحظه یا یک ساعتی روگردون شده از اهل بیت دوباره بر میگرده حتی اگر قبل از موتشم باشه باشی همونطوری که در روایت ما داره که حتی اگر طرف لحظه قبل از جان دادنش توبه کنه و برگرده پذیرفته میشه محب اهل بید این طوریه حتی اگر اشت... گناهی انجام داده باشه حالا قرار نیست الان مریض باشه بدونه که داره میمیره نه محب اهل بید اگه گناهی انجام داده باشه شما ببینید دو دقیقه دیگه تصادف کرد مرد بدونید اگر این محب به واقعی اهل بید بوده قبل از این دو دقیقه پشیمان شده نشان. و برگشته محب به واقعی اهل بید توبه میکنه حتی اگر قبل از مرگش باشه یعنی طوری نمی میره که از گناهش توبه نکرده, نکرده باشه. باشه پس حواسمون باشه حالا من این خسلت ها میشه باید این خسلت ها رو به خودمون تذکر بدیم آقای یه وقتی خدای نکرده نرسه که من یه گناهی یا انجام دادم باید بی تفاوت باشم ببینید توبه یعنی اولین مرحله توبه اونطوری که تو روایات ما هست اینی که من در ذهنم پش همون لحظه که این گناه ها انجام دادم من پشیمان بشم بگم چه کار بدی کردم من فعل حرام انجام دادم بیت در دست من راضی نیستن آقا صاحب از زمان دست من راضی همین که از ذهن من بگذره یعنی من دارم به سمت اهلوی بر میگردم دارم توبه میکنم اما اگه شخصی خدایی نکرده به مرحله ای برسه که پشیمانی نداشته باشه برگشتی نداشته باشه بدونی که داره این محبت از دلش خارج, خارج میشه. این حواسش دیگه به اهل بیت نیست دیگه گناه کردن داره یواش یواش خدای نکره براش عادی میشه خصلت بعدی که خصلت ششم فکر کنم حضرت میفرماید برای محب اهل بیت و نشاط و فی قیام اللیل ببینید حالا هیچ وقت من سعی نکردم تو صحبتام اتفاقی بیفته که یا نوعی صحبت بکنم که ارزش نماز حالا چه فرائضش چه سنت ها از بین بره یه وقتی میبینید یه سری از افراد طوری صحبت میکنن که آقا همین که شما مثلا عزادار باشی همین که دوست داری اهل بیت رو این دیگه کفایت میکنه حالا نماز اول وقت و آخر وقت و نماز شب مثلا مال ماها نیست مال نمیدونم نه اینطوری نیست در حالی اتفاهم. که خلاف, دقیقا. خلاف این دقیقاً اهل بیت چقدر سفارش کردن به نماز شب ما حتی در روایاتی داریم که حضرات فرمودن فرائض شما قبول نمیشه اگر نماز شب نخونید یعنی در این حد مقام ترکید. نماز شب بالاست و چقدر اینکه ما برای اینکه به جایی برسیم به کاری برسیم بتونیم به مقامی برسیم به ما سفارش کردن که نماز شب بخونید و اینجا حضرت رسول میفرماد یکی از خصلت‌های محب به واقعی اهل بیت اینه که نشات داره در شب زنده داری حالا شب زنده داری هم نماز شب جزبش میشه هم اشک ریختن روزه همین که طرف دعا بخونه زیارت بخونه همه اینها جزء شب زنده داری میشه طرف نشات داره یعنی وقت شادابه که این کارو داره انجام میده نه مجبوری نیست آره مثلا یه وقتی حالا یه جایی رفته مثلا ما میرفتیم یه وقتی مثلا پیش این پیر غلاما و این بزرگترا میدیدیم شب نصف شب بلند شدن همه دارن نماز شب میخونن زیارت میخونن حالا ما هم مجبور بشیم که بلند بشیم نه این طرف اصلا نشاد داره کیف داره میکنه مثل همون کسی که حالا مثلا رفیقش به زنگ میزنه میگه بریم فلانجا تفریح کنیم چه نشاطی داره چه کیفی میکنه میره اونجا سرحال شاداب داره تفریح میکنه محب واقعی اهل بیت اونی که حب به اهل بیت در دلشه شب زنده با نشاط یعنی داره کیف میکنه که داره نماز شب میخونه داره کیف میکنه که این موقع شب داره اشک میریزه داره کیف میکنه که این موقع شب داره زیارت میخونه این یعنی نشاط در شب زنده, شب زنده داری پس یکی از خصلت هایی که حضرت میفرماید شب زنده داری و خصلت هفتم که حضرت میفرماید ولی یعص ما فی عید الناس کسی که حب اهل بیت در دلشه از اون چیزی که در دست مردم هستش ناامیده حالا من توضیح بدم این چیه من الان یه مشکلی برام پیش اومده مثلا یه مشکل مالی مثلا یه مقداری پول نیاز داره خب ما اصولا اولین چیزی که به ذهنمون میرسه چیه مثلا میام مخاطبین خودمون چک میکنم میگم یعنی با آسیت زنگ بزنم این حتما میتونه به من کمک کنه خب به شما زنگ میزنم میگید ما الان به او یکی رفیقم دنبال یه کسی میگردم که مشکل مالی من رو حل بکنه, حل بکنه. اما محب واقعی اهل بیت چطوره اولین کسی که به ذهنش میرسه امام زمانشه مشکل مالی برش پیش میاد بلند میشه میره بالا پشتبون خونهشون رو به قبله میشه زیارت آلیاسین رو باز میکنه یه زیارت آلیاسین میخونه از خود حضرت میخواد میگه آقا شما صاحب کون و مکانید شما صاحب مایید ما یه عمریه که میگیم ما نوکر شماییم شما صاحب ما هستید قطعا شما میتونی مشکل من رو حل بکنید و حالا شما مشکل من رو میخواید به دست آقا سید حل بکنید یا به دست فلان رفیق من حل بکنید ولی شمایید که مشکل گشاه هستید من امیدم به دست صاحب از زمانه نه امیدم به دست فلان رفیقم مم. اون کسی که اهل امید... توکله احسن اهل توسل و توکله یعنی اگر مشکلی براش پیش اومد آقا رسول الله میفرماد به دست مردمه مشکلاتش و حوائجش از دست مردم نمیخواد از دست امامش میخواد این میشه کسی که محب اهل بیت. بیت و امتحان بکنیم از این به بعد امتحان بکنیم این اتفاق از این بعد اگر مشکلی براتون پیش اومد چه دنیایی یعنی چه مالی مادی و معنوی بریم سراغ اهل بیت از امام زمانمون بخوایم ببینیم و امتحان کردم و دیدم امتحان کردن راحت مشکل حل شده حالا باور ما البته خیلی تاثیر درش داره و نیازه که و با یک باوری ای وارد این داستان بشه همین حالا اگر میگم امتحان بکنیم واقعا کار رو بسواریم به دست اهل بیت یه وقتی ببینید من میگم و تو دوها میگم یا صاحب از نما مشکل من حل بکن ولی واقعا این رو نمیگم یعنی دارم زبونی میگم دوباره در عمل دنبال کسای دیگه هم دنبال دست مردم اما واقعا یه بار بیایم امتحان کنیم یه مشکل اونو واقعا بسپاریم به دست امام زمان بگیم آبا خودت حل کن اصلا من هیچ کاری دنبال هیچ شخصی نمیرم خودت برای من حلش کنیم مشکل ببینیم خود حضرت به دست هر کسی که صلاح ما رو میدونه به دست اون شخص مشکل ما رو حل میکنه, حل میکنه. پس امید محب اهل بیت به امام زمانشه به اهل بیت به پیغمبر امیدش به دست مردم نیست. نیست. از دست مردم ناامیده و هشتمین خصلتی که آقا رسول الله میفرماید و الحفظ و الله و نهیه کسی که محب واقعی اهل بیت حافظ امر خداست و نهی خداست به قولی برمیگرده به همون امر معروف و نهی نه از کرد حالا شب شهادت آقا رسول الله هستش و قضیه حزب حزب شدن این امت از همین شب شروع شد که نفاق کردن بعد از آقا رسول الله و سقیفه رو تشکیل دادن و معروف رو زیر پا گذاشتن ببینید بالاترین معروفی که در روایات ما برای ما گفته شده ولایت یعنی این که آقا من باید امر به ولایت بکنم این میشه امر معروف از ولایت برای دوستانم بگم از ولایت برای مردم بگم این میشه امر معروف کردن و نهی از منکر منکر چیه آقا ابو عبدالله در خطبهاش هست که دشمنان خودش رو منکر میخونه شمایی که در برابر ولایت ایستادید منکن okay. یعنی ما باید نهی از کسانی که در برابر ولایت و مخالف ولایت هستند بکنیم که باز برمیگرده به همون تولاو و تبر. تبر پس اگر کسی محب واقعی اهل بیته حافظ امر خداست و نهی خدا هم برای خودش هم برای دیگران, دیگران. یعنی حواسش هست اوامر الهی انجام بده و حواسش هست نواهی رو ترک بکنه حالا اوامر الهی چه وجوبات باشه چه مکروهات باشه چه چه وجوبات باشه چه مستحبات باشه نواهی چه مکروهات باشه چه محرمات باشه هم. مثلا من با برای شما مثال بزنم حالا فرائض و وجوبات کنار اون که روشن برای همه ما ما توی مستحبات حواسمون به اوامر الهی نیست الان یه مشکلی برای ما پیش میاد مثلا یک مشکل خانوادگی پیش میاد ما سراغ اهل بیت نمیریم که ببینیم حالا اهل بیت به ما چی گفتن گفتن وقتی که شما مثلا با همسر یه مشکلی پیش میاد بینتون مشکل اخلاقی مثلا براتون پیش میاد چی کار باید بکنید اینجا چه راهنمایی ای کردن دستور که ایشان دادن رو عمل اهل بیت چیان به قول شما اینقدر روانشناس هم حالا اومده کتاب نمیشن طرف میره پنجات کتاب روانشناس فلان فلان میخونه یه بار نمیاد در خونه اهل بیت میونه اهل چی گفتن یا مثلا زنگ میزنه به هزار نفری که حالا روانشناسی فلان خونده فلان خونده ولی یه بار نمیره سراغ کسی که براش حدیث بخونه براش بگه که آقا امیرالمومنین چی گفته امام حسین چی گفته آقا امام صادق چی فرمودن نمیگم داره حالا این کسی که محب واقعی اهل بیت حافظ امره یعنی دنبال اینه که اهل بیت چی میگن من اونو انجام بدم حالا چه واجب باشه چه مستحب باشه حافظ بودن یعنی محافظه کاره حالا نه اینکه حالا چند از دستش در رفت این دیگه محب واقعی اهل بیت نیست بله،, بله خوب. همین که طرف حواسش هست من سعی خودم رو میکنم در توان خودم و خواستانم از اهل بیت دعا میکنم که توان و ظرف منو بیشتر بکنن من سعی خودم رو میکنم که اوامر اهل بیت رو انجام بدم و کارهایی که حضرات فرمودن نکنید و نکنم انجام ندم من بارها این رو به رفقای خودم میگم که ما مشکلمون اینه که به داشته های خودمون باور نداریم و بعضی مواقع حالا به خاطر یه سری آدمهایی که ظاهر روشن فکری دارن این دینی که کامله رو به سخریه میگیریم مثلا دیگه شما توی فضای دانشگاهی بودید قطعا این سفارشاتی که ما تحت عنوان آداب معاشرت داریم یا آداب مثلا زندگی داریم و حالا در یک کتاب هلیت المتقین هم خیلی دور دوره حتی. هم جمع شده رو اینها رو ما به مسخره میگیریم که با بابا دین ما بعد از 1400 سال ما میگه با پای چپ وارد بشی در مثلا محل مکان تخلیه یا مثلا با پای راست اتفاقا این از نشانه های اکمال و تکمیل بودن این دینه بله. که حتی این چیزهای ریزی رو که امروزه از جهت پزشکی هم داره ثابت میشه شما مثلا در سرویس بهداشتی که میرید سرتون رو بپوشید به خاطر که اون گاز روی موی شما تاثیر مثلا منفی داره خب این رو که پیغمبر ما یا دیگر حضرات فرمودن آقا با سر برهنه مثلا وارد این فضا نشی بله بله. یا از حمام میای بیرون پاتو تو آب سرد بذار خیلی قبلتر هم گفتن ام. ای به ما اینه که به داشته های خودم یعنی تو زندگی روزمره هم همینجوری ما میگن مرغ همسایه قازه بل. توی دین ما هم همین و اگر این بیاد جا بگیره توی زندگی ما اون وقتی که ما هم شامل این فضاهایی که به عنوان محب هست قرار میگیریم و از اون طرف لذت میبریم از این دینی هم. که داریم اصلا حالا تو این بحثی که ما بالاخره دینمون اکمال دینمون به قول شما به همینی که ما از ریز تا درشتش اهل بیت ما فرمودن که ما چه کار بکنیم کامله دیگه حالا شما میخواید سفر برید آداب سفر چیه میخواید غذا بخورید آداب غذا خوردن چیه شما بالاخره سراغ هر کنم از اینا برید توی علم روز باید برید سراغ یه علم خاصی <applause> باید برید سراغ به قول خودمون یه مکتب خاصی یه جای جداگونه باید برید یه رشته خاصی رو بخونید اما دین ما انقدر کامله که تمام علوم و تمام رشته رو اجتماعی باشه اقتصادی باشه زندگی خانوادگی شما باشه فرزندداری باشه هر چیزی که ما فکرشو میکنیم که مورد نیاز, نیاز امروز همه اینها رو به ما گفتن که باید چی کار بکنیم چجوری زندگی بکنیم اما انقدر اینها گفته نشده که به قول شما به جایی رسیدیم الان طرف فقط فکر میکنه که دین ما در مورد مثلا یک سرویس بهداشتی رفتن نظر گفته در صورتی که این یکی از مسائل ریزه مم. اینقدر از اینها برای ما گفته شده شما اصلا یک بار یه مطالعه بکنی تعجب میکنید چقدر دین کاملی که در مورد هر چیزی که اصلا ما تا فکرشو نکردیم که حالا من میخوام غذا بخورم چطوری بشینم اصلا تا حالا فکرشو نکردم ولی اهل بیت ما فرمودن که باید چجوری بشینید موقعی غذا خوردن و محب واقعی اهل بیت اونی که حواسش به این چیزها هست, هست. یعنی سراغ بیانات و فرمایشات اهل بیت میره که من باید چجوری زندگی کنم چه چیزهایی انجام بدم و چه چیزهایی رو انجام نده. ندم و خصلت نهمی که حضرت میفرماید و تاسعه بغذ دنیا نهمین خصلت بغض نسبت به دنیاست ببینید حالا چرا بغض نسبت به دنیا من اگر یک چیزی رو دوست داشته باشم و عاشق اون باشم اون چیزهایی که باعث میشه من به اون عشقم نرسم به اون محب به خودم نرسم به اون محبوب خودم نرسم از اونو بدم میاد آلی. مثلا مبغوز در نگاه ما میشه مثلا الان شما دوست دارید که برید یکی مثلا یه جوونی دوست داره بره فوتبال فلان تیم و فلان تیم و با هم ببینه حالا یه فردی تو خانواده اینا مثلا برادرش یا نه رفیقش باعث هی یه چوی میندازه لای چرخه این اذیتش میکنه بهش میگه نرو این کارو نکن در اون لحظه واقعا بدش میاد از اون شخص میگه بابا ولم کن من دوست دارم اونو باید برم یعنی واقعا تو اون لحظه دوست داره به قول خودمون بگیره طرفو بزنه اصلا سرشو میگه... آره میگه برم کن من باید برم و اینا این هم همینطوره دنیا واقعا نمیذاره ما به اون محبوب خودمون برسیم واقعا نمیذاره که من به امام حسین برسم نمیذاره که من واقعا با آقا امام رضا برسم دنیا افراد رو انقدر درگیر خودش میکنه انقدر حواس طرف رو پرت میکنه مثل همین ایامی که میبینید حالا یک مریضی اومده حالا به چه شدتی به چه کیفیتی به چه کمیتی حالا کاری نداریم اون چیزی که گفته میشه حالا یک مریضی وجود داره حالا ببینید این بالاخره یک چیز دنیاییه حالا اگر وقتی این مریضی باعث میشه که آقا من به محبوبم نرسم یک چیز دنیاییه من واقعا از این دنیا بدم میاد بدن. که با یه بیماری با یه مسئله مالی با یه مسئله نمیدونم جزئی یا خیلی بزرگتر مهم نیست باعث میشه که من به اصل مطلب نرسم من بدم میاد از این دنیا که نمیذاره من مثلا به زیارت عربعین برم برسم به محبوبم برم زیارت کیف کنم من از این دنیا بعد این میشه بغض دم میگه کس... حضرت میفرماد کسی که محب اهل بیت هستش بغض نسبت به دنیا داره چرا؟ چون که نمیذاره به محبوب خودش برسه و آخرین خصلت و عرایز هم, تمام ول آشره از خصلت سخا. دهم سخاوت که کسی که محب اهل بیت سخاوتمند حالا سخاوتمندی باز مثل همون زهده به پولداری و بیپولی نیست یعنی من و ما بعضی وقتا فکر میکنیم کسی باید سخاوتمند باشه سا... که مثلا میلیاردها پول داره املاک زیادی داره اما اینطوری نیست ما خودمون تو این هیئتایی هایی که میگیریم جلساتی که میگیریم میبینیم یه جوونی پیک موتوری اصلا ولی هر چی کار میکنه تو میاد تو این بره. مسیر خرج میکنه یا رفیق مؤمنش رفیق هیئتیش بهش میگه فلانی من یه پولی و نیاز دارم میبینید یه میلیون پول داره به اون اون بهش میگه من دو میلیون تومن پول نیاز دارم میره یه تومن دیگه قرض میکنه به این سخاوتمنده بله. اما یه وقتی میبینید یکی میلیارد هم پول داره شما ازش پول میخواید هزار تا بهونه میاره میگه من نمیتونم به قول خودمون آدم سفتیه اما محب واقعی اهل بیت سخاوتمنده رفیق مؤمنش رفیق هیئتیش کارش گیر باشه سخاوتمندی هم فقط از لازم مالی نیستا من بتونم کاریو برای رفیقم انجام بدم دست و دل باز باشم از هر لحاظی کاریو بتونم در راه مؤمنین انجام بدم این یعنی سخاوتمندی محب واقعی اهل بیت سخاوتمنده بسیار عالی بله بس. سخاوت خیلی مباحث مختلفی رو داره اگر اشتباه نکنم یک تعبیر رو جایی خوندم که قریبه به مضمون روایتم بود این که اگر توانایی حل مشکل مؤمنی رو نداری اقلا به روی او خنده بزن احسان. این یه نوع سخاوتمندان رفتار کردن با دیگرانه طرف به نداره مشکلش رو نمیتونه حل بکنه حالا یا بحث مالیه یا بحث کار جسمانیه یا مثلا رتق و فتق یک سری امور نمیتونه حداقل با بشاش بودنش بگه نمیتونم مثلا انجام درست. نه بعضی ها برو بابا تو هم حالا اومدی سراغ ما و ان که این ده خصلتی که شما فرمودی در دنیا همش شما نیاز داریم رو به کار ببندیم انشاءالله. در لیست و قائمه اهل بیت ان قرار بگیریم و روز به روز در تشدید این صفات در وجود خودمون بکوشیم حالا هممون شاید سر سوزنی بحث رغبت به عبادت و خدمت شما رو که اخلاص و حالا زهد و اینها رو داریم توی فضامون ولی کن اینها باید بیاد بالاتر پر بکنه پیمانه های ما رو به تعبیری و انشالله ما رو نزدیک تر هرچی فاصله ما با این گونه صفات کمتر بشه یعنی نزدیکتر بشیم به به طبع از به اهل نزدیکتر خواهیم شد چون اونها اتم همین صفات رو در وجود خودشون داشتن خیلی ممنون و جناب آقای بیات امشب رو هم در خدمت شما بودیم انشالله باز اون ده تا رو در شب آینده که آخرتی هست و عقبایی است برای خودمون بخوایم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه حسن در این دنیا محبت اهل بیت است و آن دنیا بهرمندی از شفاعتشون انشالله خیلی ممنونم شام در این شب شهادت با هم همراه بودیم و برنامه کافه پرسش رو دیدید براتون بهترین ها رو از خداوند منان مسئلت داریم فرج امام زمان فراموشتون نشه در این چند روزه که دوباره حس و حال و گریه فراتر شده دست بر دامن اهل بیت بیاندازیم و چنگی که آقامون رو به ما برسانند اللهم عجل ولی یک الفرج در پناه حضرت حق باشیم یا علی بدت